خوبی ها، دوستی ها، همسنفی ها. در دنیای اطراف ما همیشه چیزهایی را میبینیم و یا میشنویم که علاقمندیم با دیگران درباره آن گپ بزنیم و یا آن را شریک کنیم، پاسخ بگوییم، جواب بشنویم و فکر کنیم. این همه را ما نوجوانان در گپ دوستانه داریم. گپ دوستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم هماس سرخلاص احمدی میکنم. متعلم اسم فشتم هستم. در لیسه عالی ارسلان درس میخوانم و میخوایم درباره کتاب و درباره اهمیت کتاب میخوایم چند بحث کنم که کتاب در اسلام جایگاه خیلی بلند داره. که وقتی که انسان یک کتاب میخوانه واقعیت که خیلی مطالعه از او بیشتر میشه. وقتی که انسان کتاب میخوانه امو ذهن خود پرورش میتونه. امی کتاب هاست که انسان امروز به جایگاه بلند رسیده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی و چې څوک د کتاب سره آرامش پیدا کړی دا کی ملګری شي نو خپل هغه آرامش هیڅ کله د لاسه ورنکړي. دا رسول الله صلی الله علیه و سلم وینا وو دینه ثابت دی کتاب شیدای ډیر ښه ملګری دی. این وقتی که به خبر به کشور ما جهل نادانی آمد و جوانای ما را فلج کرد و بهترین کار این بود که ما کتاب می‌خواندیم و قلب ما را پاک می‌کرد و ایمان ما را پاک می‌ساخت و ما را به علم و دانش می‌برد. من کتاب تا شکر من کتاب و مسیده من به سواد قلیدم درس و قیال میدم. می مکتبم دکو بیخش کردم من کتاب یخش بر نرسه کو فایدالی بر نرسه ده کتاب. مطالعه چه ده زمانگ زندگی پا ما خوری مطالعه چه ده دیر خشه ده. مثلا سوک چه بی تعلیم باید که مکتب تمانگا لار شو درسوی و مطالعه باید دکو. حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرماید که اگر یک انسان از دنیا بمیره و یک کتاب یعنی دانش یک کتاب از خود باقی بمانه که از او یک انسان فایده به دست بیاره یعنی در روز قیامت امو برگه ها که هست امو برگه های که نوشته که در روز قیامت از آتش او را نجات میده و انسان ها که هستند باید همیشه کتاب بخونن و همیشه می کتاب هایی که پیشانی باشه نباید اونا را یعنی پاره کنن یا خراب کنن بلکه از اونا حفاظت کنن. باید به کتاب خود امین باشه. کتاب زمون ذهن لپاره ډیره ښه ګټه لري ځکه کوم کتاب لی زمون ذهن د پرورش ورکوي. موږ نوې نوې کیدش تجربه وکړو. همدا ساینس پوهان او عالمان د همدې کتاب د مطالعه او د ګرندې لوړ لوړ مرتبه ته رسیدلی دي. نو کتاب د ذهن د ذهن پرورش په ډیر زیات ګټه موږ ته میده شي. فایده زیاد داره. اگر من کتاب مطالعه را نمی کردم حالا من بی‌سواد می بودم و آل یک خانه و آل یک جای می بودم و که جای می بودم که هیچ سواد نداشتم و جهل نادانی مرا کور می ساخت. انسان چی در کتاب سر خود است که دلشی زکا کتاب چی در جهل ناپوهی مخنیوه نیسی. کتاب چی در انسان تا ذهن پرورش پا حقله چې ډېر معلومات ورکوي او جهل نه په هیته موږ نه پریږدي ځکه چې د جهل موږ تباهۍ په لور بیایي. ولې کتاب چې دی موږ د زموږ د بریالیتوب او زموږ د ښکارندوی په اړه موږ بیایي چې موږ چېرته زموږ بریالیتوب دی هماغه ځای ته موږ وړو. د دې لپاره موږ کتاب باید زیات مطالعه کړو. انسان هایی کتاب میخوانه همیشه یعنی از هر چیز با خبر می باشه. امروز کسایی که مطالعه کردن یا امروز کسایی که در وظیفه های بلند هستن همیشان با مطالعه کتاب اینجا رسیده هستن. وقتی که بزده در سوق سالی بر جای آرامگه وقی بز تا وران تا بزنه از ازیت قمسن. ما باید به کتاب خود امین باشیم و ما باید مثل امانت او را نگه داریم و او را دور ندازیم که یک کس دیگه از او مستفید شود. ما سلام فرمایلی دی که یو مومن چې دی یو درس خپل درس چې دی نور شاگردان ته ووایي او هغه چې د دې دنیا نه مړ شي او یا شهادت باندې ورسېږي ځن لاړ شي د هغې چې کوم درس ویلی دی هغه به د اخرت یا د قیامت ورځ به د جهنم اور او د دې ترمنځ باندې معنی شي. دا جایګاه چې دی ډېره د کتاب ځای چې دی ډېر برخوردار دی. کتاب یو خاص ځای نه برخوردار دی ځکه چې کتاب چې دی نسلونه یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي و همیشه بهترین همنشین یا بهترین دوست در طول زندگی انسان کتاب می باشه. من وقتی که کتاب وقسم برنامه ریزی
اول کتابلر مکتب د کتابلر نو وقیم سره معلوماتلی کتابلر اول کتابای مکتب ما میخوانم بعد از او کتابای قصه که به ما نشان میده که چی رقم مطالعه کنم و چی رقم کتابای خود را نگه دارم و کتابای مردون ندارم و پوشایش نکنم و از او مستفید شوم. زه غارم چی کتاب بویم چی اینده که دکتر شما. من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بیدید. دوستای خوبم، اینجا کتاب هم گفته از من غافل نباشید، با یعنی که از کتاب هیچ کس هم باید غافل نباشم. با سود و بی زیانم، از من نباش غافل، من یار مهربانم. خوبی ها، دوستی ها، همصنفی ها. در دنیای اطراف ما همیشه چیزهایی را میبینیم و یا میشنویم که علاقه‌مندیم با دیگران درباره آن گپ بزنیم و یا آن را شریک کنیم، پاسخ بگوییم، جواب بشنویم و فکر کنیم. این همه را ما نوجوانان در گپ دوستانه داریم. گپ دوستانه.